هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی دارند. با درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، در یک برنامه دیگر در روز پنجشنبه 16 شهریور ماه برابر با 7 ماه سپتامبر در خدمت شما هستیم. ما برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها که در ذیل اون از زمان آغاز ماه محرم به تحلیل و یا بازشناسی زندگانی حسین ابن علی پرداختیم. هرچند پیرامون این وقایع تاریخی نکاتی که برای تبیین بهتر پدیده‌های امروزی به کار آمد ارائه کردیم، امروز هم جدای از آن صراط و سبیل نخواهیم بود و سعی خواهیم کرد به نکاتی اشاره بکنیم که برای درک پدیده‌های اعتقادی یا فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما مفیده و بتوانیم در یک حالت تطبیقی دریابیم چرا امروز وضع ما چنینه و دیگران چنان. در برنامه گذشته اندکی پیرامون مسائلی صحبت کردیم که به ساختار فکری یا اصول مکاتب و علل خصوص ایدئولوژی ها می پرداخت. یعنی اینکه اگر زمینه و اصول یک مکتبی، یک ایدئولوژی بر یک پایه‌ای بنا شده، نتایج و متفرعات اون نمیتونه جدای از آن باشه. یعنی اگر شما به دنبال این باشید که یک جامعه آزاد داشته باشید، باید اون جامعه آزاد رو بر اساس یک اصولی به رسمیت بشناسید. شما نمیتوانید یک جامعه رو بر روی یک اصولی بنا بکنید که ریشه های اون معتقد است که آدم ها دارای قوی عقلانیت نیستن، سلیم النفس نیستن، نمیتوانند زندگی خود رو اداره بکنند، اما متفرعات و جزئیات و انشعابات اون بخواد به شما آزادی بده. وقتی شما پذیرفتید انسان ها دارای آن قوه عقل و خرد نیستن، انسان ها سلیم و نفس نیستند، دیگه نباید اون آزادی بدید. چرا؟ چون آزادی برای افرادی که سلیم و نفس نیست، دارای قوه خرد نیست، اهل تساهل و تسامح نیست، بسیار خطرناکه، میتونه به راحتی به حقوق دیگران خلل وارد کنه. بنابراین بسیار اهمیت دارد در شناخت مکاتب و ایدئولوژی ها. وقتی فاشیست رو میشناسیم، تفاوتش با لیبرالیست در چیست؟ تفاوت اینها با سوسیالیسم در چیست؟ همینطور باورهای دینی، یعنی اسلام. آن آزادی هایی که شما در جهان غرب میبینی، اینها فرعیاتی است که بر روی یک مبنا و اصولی بنا نهاده شده. آنچه را هم که در جوامع اسلامی میبینید حاصل متفرعاتی است که بر روی اصول بنا نهاده شده. بنابراین شناخت این پایه‌ها برای ما کمک کننده است. امروز هم جدای از این مسئله نخواهیم بود، هرچند مبنای بحث ما برمیگرده به داستان آنچه که بر اسرای کربلا رفته. اما اسرا کسانی هستند که تعریف اونها در آن جامعه برمیگرده به دستورالعمل‌های اسلامی که شما چگونه در مخاصمات و جنگ‌ها با اسرا رفتار بکنید. از دل اون اصول متفرعاتی بیرون میاد که امروزه باید مورد بازشناسی قرار بگیره. و امروز که پدیده های اجتماعی ما پیرامون مسائل انقلابی میگرده، ما شهروندان چگونه برخورد میشه؟ این هم جدای از اون نگاه غالب این مکتب یا باور دینی و حکومتی به اسرا نیست. ما امروز به این مسائل خواهیم پرداخت. ضمن این که به یک نکته هم اشاره خواهیم کرد و آن پدیده است که امروزه شایع شده، هرچند در گذشته هم وجود داشت، امروزه باز دوباره بر تیتر اخبار نشسته و آن هم اخراج اساتید دانشگاه است و جایگزین کردن این اساتید
با نیروهای معتمد حکومت، حالا از مداحان و آخوندها گرفته تا اساتیدی که به هر حال تعلق خودشون رو به حکومت و اخلاص خودشون رو به رهبری نشان میدن. خب این حاصل چیست؟ به این مسائل خواهیم پرداخت و اگر فرصت بشه که وارد بحث اسرا هم خواهیم شد. ابتدا به معرفی یک مغالطه خواهیم پرداخت که باز هم به ما کمک میکنه برای تبیین و تنویر این بحث، و آن مغالطه اثر مقایسه ایست. در واقع این مغالطه امروز بسیار هم پرکاربرده، چه در بعد سیاسی چه در بعد دینی. مغالطه اثر مقایسه ای به این معناست که شخصی در دفاع از مدعای ادعای خودش پدیده رو با یک پدیده بدتر یا بهتر مقایسه میکنه و به خود اون رفتار نمیپردازه. به عنوان مثال، شما وقتی از یک شخصی که فرزند او مرتکب قتل شده بپرسید خب این چه عمل غیر انسانی بود که پسر شما انجام داد، چرا مرتکب قتل شد، او برای اینکه از پسر خودش رفع اتهام بکنه یا دفاع کنه، به جای اینکه پاسخ بده که چرا مرتکب قتل شده و این عمل زشتی بوده و بپذیره، سعی میکنه اون رو مقایسه بکنه با یه پدیده بدتر. میگه خب او یک نفر رو کشته، اما شما میدونید هیتلر چقدر آدم کشت؟ شما میدونید استالین چقدر آدم کشت؟ یعنی برای اینکه پسر خودش رو از اون تنگنا نجات بده، سعی میکنه او رو با یک پدیده بدتر مقایسه بکنه، در حالی که اصل ادعا بر این است که چرا پسر شما مرتکب قتل شد؟ آیا قتل رو مذموم میدونید یا نه؟ ما با این مغالطه بسیار روبرویم. یعنی گاهی که با باورمندان مسلمان بحث میکنیم که اسلام چنین و چنان، خب مگه در غرب هم چنین رفتارهایی با شدت رخ نداده؟ در جنگ های پیامبر اسلام مثلا تعداد کشته شدگان 1000 نفر بود، اما امروزه یک جنگ رخ میده نزدیک به 1,000,000 نفر کشته میشن، در حالی که اصل بحث ما این است که چرا پیامبر اسلام مرتکب چنین جنگ ها و کشتارهایی شده. بحث تعداد نیست. بله، بسیاری از پدیده ها هستن که در جنگ ها و نزاع ها ممکن تعداد کشته شدگان بیشتر باشه. همینطور در مورد جمهوری و سیاست هایی که جمهوری اسلامی داره، میگی چرا مردم در فقرن؟ میگه آقا به یمن نگاه بکنید، از اونها یاد بگیرید که مردمشون یه لنگی میبندند و هیچی نمیخورند و تحمل میکنن، به کشورهای بدتر از خودشون ارجاع میدن تا سیاست های اشتباه خودشون رو توجیه بکنن، در حالی که اساس بحث این است که چرا جمهوری اسلامی سیاستی در پیش گرفته که برای مردم فقر و بیچارگی آورده. همین مسئله در مقایسه گروه های دیگر سیاسی هم وجود داره. میگید آقا رژیم گذشته دموکراتیک نبود. میگه خب کدوم کشور دموکراتیک بود؟ آیا بقیه کشورها دموکراتیک بودن؟ در اونجا که زندگی خیلی بدتر بود، بله، اما این دلیل بر این نیست که شما مسئله دموکراتیک نبودن اون حکومت رو توجیه بکن. بنابراین این مغالطه‌ای که ما مرتکب میشیم بسیار مغالطه‌ای است، کاملا رایج و پرکاربرد، که برای فرار از پاسخگویی نسبت به مدعای ادعای خودمون ارجاع میدیم به یه پدیده بدتر. جمهوری اسلامی برای اینکه خودشو سربلند نشان بده میره خودشو با مغولان مقایسه میکنه، با یمن و کشورهای بدبخت دیگر. رژیم گذشته هم خودشو با قاجار و جمهوری اسلامی و جاهای دیگه مقایسه میکنه. مسلمانان هم برای اینکه جنایت‌های صدر اسلام و مسائل دیگر رو از بین ببرن خودشونو با جوامع دیگر مقایسه میکنن. میگه چرا پیامبر اسلام برده داشته؟ میگه مگر در امپراتوری‌های روم برده‌داری نبود؟ تعداد بردگان مسلمان 1,000 نفر مثلا، اما آنها که 10,000 نفر برده داشتن. یا میگید چرا فلانی در این
جمهوری اسلامی فساد هست؟ میگه خب فساد مگه در کشورهای دیگر نیست؟ در اونجا هم خیلی فساده. حالا فسادهای ما کمتره. این مشکل بسیار بزرگی است. اگر این مغالطه رو نشناسیم، وقتی وارد گفتگو با این طیف ها میشیم، اونها سعی میکنن با ارتکاب مغالطه اثر مقایسه ای از دادن پاسخ تفره برن. خب راه مواجهه با این مغالطه هم بسیار روشنه. اینکه نشان بدیم مدعای ما این نبوده، ادعای شما این نیست، صحبت ما این است. چرا دموکراسی اجرا نمیشه؟ چرا رژیم شما حقوق بشر رو اجرا نمیکنه؟ اینکه کشورهای دیگر با شدت بیشتری اجرا نمیکنن دلیل بر این نیست که شما هم اجرا نکنید. میگه چرا در این نظام فاسده؟ دموکراسی وجود نداره، حقوق بشر وجود نداره، هی ارجاع میدن به کشورهای بدتر. در اینجا بحث بر سر این است که شما باید نشان بدید دلیل اینکه این خطا رو مرتکب میشوید چیست. نکته دومی که نشان بدیم در همان عصر هم شواهد و پدیده هایی وجود داشته که ادعای شما رو تایید نمی کنه. من بارها بحث کردیم با این مسلمانان، میگیم چرا پیامبر اسلام دستور بردهداری داده؟ میگه خب بردهداری در اون زمان رسم بود، همه انجام میداد. حالا جدا از اینکه این بحثم خودش مغالطه است، اما ما نشان میدیم، میگیم نه، قبایلی بودن که برده نمی گرفتن، جنگ هایی رخ داده کسی برده نگرفته. قبیله ربیعه یکی از این قبایل زمانی که با دیگران میجنگید برده نمیگیره. اوس و خزرج در مدینه سالها با هم جنگیدن، نزاع داشتن، اما افراد هم رو برده نکردن، گردن هم دیگر رو به اون معنایی که بعدا رخ داد نزدن. یه نزاعی بود بین مردان دو طرف، تمام میشد. چرا پیامبر اسلام اون بخش ها رو انتخاب نکرد؟ یا میگه چرا حقوق زنان در اسلام به این نحوه؟ این کجا با عقلانیت، کجا با دموکراسی، کجا با حقوق بشر سازگاری داره، با کرامت انسانی سازگاری داره؟ میگه اون زمان همه همینطور بودن، در حالی که ما نشان دادیم نخیر، در همان زمان پیامبر اسلام هم در جامعه عرب زنان محترم بودن. بله برخی قبایل هم بودن زنان رو به چشم گروه های ضعیف نگاه میکردن، اما در همون جامعه زنانی بودن بسیار شاخص. ما زنانی رو داریم تاجرن در کار تجارت. تجارت یعنی که شما عقل معاش داری. من خواندم دی برنامه گذشته نگاه سید حسن مدرس رو که زنان ما جز عقول نیستن، اینا حق انتخاب ندارن، حق رأی دادن ندارن، که این فرع بر اون اصولی است که پیامبر اسلام میگه. علی ابن ابی طالب میگه که زنان ناقص العقلن. اما نگاه میکنی در همون جامعه عرب همان عصر همین زن ناقص العقل نشان داده که نخیر داره عقله، چون میتونه تجارت بکنه، سود به دست بیاره، با دیگران معامله بکنه، مراوده بکنه، تجارت بکنه. یکی از همین تجار خدیجه همسر پیامبر اسلام بود. تازه او یک تاجر میانمایه بوده از نظر ثروت، وگرنه زنانی بودن داره ثروت، مثل حنظلیه مادر ابو جهل که درستش ابوالحکم عمرو بن هشام مخزومی، یکی از بزرگترین قاریان قرآن عبدالله ابن مسعود. او چوپان ام عبد بود، یک زنی که دارای گوسفندان و شتران و احشام مختلف بود، دامدار بود. در عبدالله ابن مسعود چوپان او بود. خب این زن داره جایگاهی است. ما زنانی رو داریم به عنوان داور تعیین می شدن. در اون جامعه داور نقش بسیار برجسته ای داشت، یعنی کسانی که دارای خردن، دارای یک مقبولیت اجتماعی هن که شما نزد اونها داوری می بری بین قبایل، بین بزرگان، بین اشخاص، و اونا فست خصومت میکنن، مثل جمعه دختر عامر ابن زرب، مثل ام جلاس خاله ابو جهل، پیمان نامه ها رو نزد اونا میذاشتن. در درون همون جامعه شما زنان محترمی دارید که در کارهای اجتماعی نقش دارن، مثل هند دختر عتبه زن ابو سفیان که دیدید در
جنگ احد وارد داستان شد، دخالت کرد، نقش داشت. ام غرفه یک زن محترمی بود که بعدا سپاهیان اسلام او رو به شتر بستن، به دو شتر، و از وسط دو نیمش کردن این زن رو. زنان برجسته ای هنم. در همان جامعه عرب شما زنان رو دارید به مقام نبوت میرسن، به مقام پیامبری میرسن، مثل سجاح در بین بنی تمیم. یعنی زن داره جایگاهی بوده که اگر مدعی نبوت میشد دیگران میپذیرفتن. نام بسیاری از قبایل، خزاعه، قزاعه و خیلی های دیگر برگرفته از نام مادران اونهاست. مردان از اینکه به نام زنان و مادران خودشون نام بردار بشن ابایی نداشتن، ناراحت نبودن. به عمر ابن خطاب میگفتن ابن هنتمه، به ابوالحکم یا ابو جهل میگفتن ابن حنظلیه، به نوفل ابن خویلد میگفتن ابن ادوی. در درون این جامعه بله گروه های خیلی خردی هم بودن که به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر دختران رو زنده به گور میکردن. اما همه قبایل اینطور نیست. یک جامعه سیالی است، یک جامعه متحرکی است. ما مسلمان سعی میکنه اون بخشا رو پاک کنه، بگه همه همینطور بودن، حالا پیامبر ما آمد و زنان رو محبوس کرد در خانه ها و اونها گفت ناقص العقل، و اسرا به طریق بردهداری و کنیز و اینها رفتار کرد. در آن زمان همین گونه بوده؟ نه خیر. اولا اینکه مقایسه کردنش غلط است. شما باید نشان بدید پیامبر رحمت، کسی که دستورالعملی آورده برای آینده، چرا باید تن بده به خواست مردم؟ و دوما در همان زمان هم الگوهای بهتری بودن که ایشون میتونست انتخاب کنه، اما بدترین الگوها رو انتخاب کرد. در همان جامعه عرب یک آزادی مذهبی وجود داشت. حنفا بودن، یهودیان بودن، مسیحیان بودن، دهریون بودن، جن پرستان بودن، همه اینها در آیات قرآن آمده، جایی که پیامبر اسلام داره با اونا احتجاج میکنه. اما زمانی که او آمد دستور داد همه ادیان باید از بین برن، یا شبه جزیره عربستان رو ترک کنن، یا اگر کافر و مشرک هستن که به اسلام ترک. امروز ما دنبال همان هستیم که به همان زمان برگردیم به نوعی، یعنی آزادی های مذهبی وجود داشته باشه، هر کسی با هر اندیشه‌ای که هست زندگی خودشو بکنه، دین خودش رو داشته باشه. خب سوال اینه چرا پیامبر اسلام اینها رو برهم زده؟ پس مغالطه، اثر مقایسه ای میتونه برای ما بسیار خطرناک باشه. در راستای حدیده هایی که امروز مشاهده میکنیم، یعنی بحث دانشگاه ها، اخراج اساتید دانشگاه هم فرعی است بر همان اصول. یعنی حکومتی که یک نگاه دینی داره و قدرت مینشینه، قدرت رو کسب میکنه، میداند که عواملی وجود دارن که میتونه اون رو به خطر بندازه. حکومت ها در گذشته میدانستند و فهمیده بودند که همیشه نمیشه با شمشیر بر مردم حکومت کرد، بلکه باید یک ساختار فکری ایجاد کرد، مردم رو جوری آموزش داد، طوری اونها رو متقاعد کرد که بدون شمشیر اطاعت کنه. چون شما نمیتونید 100 سال با شمشیر حکومت کنید. یه بخشیش رو باید مشروعیت و اتوریته خودتون رو به نوعی به جامعه تزریق کنید که مردم اون جامعه بپذیرن که شما حق حکومت بر اونها رو دارید، اینها حق فرمانبرداری و اطاعت دارن. و این رو از طریق دانش انجام میدادن، یعنی علمای اونها، بزرگان اونها سعی میکنن فرهنگی رو در اون جامعه جاری بکنن، آموزش بدن، در واقع افراد رو جامعه پذیر بکنن که مطلوب حکومته. بسیاری از مدارس بزرگ در جهان اسلام ساخته همین تفکره. یعنی جامعه الازهر مصر
ساخته فاطمیان است که شیعه بودند. زمانی که بر مصر حکومت کردن دیدن خب مردم اونجا سنی هستند، که نمیتونیم همیشه با شمشیر بر اونها حکومت کنیم، باید یک ایدئولوژی و باور فکری بسازیم که بتونه مشروعیت ما رو توجیه بکنه، اونها رو ملزم به اطاعت از ما بکنه. بنابراین جامعه الازهر مصر رو ساختن که در اونجا دانشی تولید بشه که خلافت فاطمیون مصر رو بپذیره، ترویج بکنه، به مردم بقبولانه. از دل اون فقها میان، محدثین میان، متکلمین میان که توجیه کنن. بعدها در دوران سلجوقیان هم نظامیه بغداد رو برای همین ساختن که بزرگانی آموزش ببینن، در اونجا تولید فکر و اندیشه بکنن که با اون فکر و اندیشه بتونن یک حکومتی رو بر مردمی مستولی بکنن. در زمان آل بویه هم همین مسئله برای نجف رخ داد. صفویه هم که قدرت گرفت سعی کرد حوزه علمی اصفهان رو رونق بده. بعدها به ترتیب در دوران قاجار و قبل از اون و بعد از اون حوزه های علمی مختلفی در قم و جاهای دیگه رخ در واقع رونق گرفتن، هرچند بخشهایی از اونها قبلا وجود داشتن. اما حکومت ها وقتی پول و ثروت و قدرت رو در اختیار گرفتن، سعی کردن از این علما و اون مراکز حمایت بکنن تا بتونن از قبل اون دانش تولید بکنن و مردم رو مطیع کنن. از حکومت‌های فعلی هم میدونن مراکز تولید دانش بسیار مهمه و باید در اختیار ما باشه، چون قدرت ما بخشش دانش ماست. پشتوانه تئوری که جمهوری اسلامی حوزه علمی است، همون هایی که با نام‌های مختلفی تولید دانش میکنن برای اینها که مردم رو نگه دارن تحت مشروعیت این حکومت. این مسئله پوشیده نبود. آیه الیوت یک مقاله‌ای داره که بحث انقلاب و پیوستگی رو مطرح میکنه. ایشون در این مقاله اشاره میکنه که در قرون 16 و 17 و 18 بحث هایی مطرح شد و این بحث ها بر محوریت این بود که مردم دارای دانش و آگاهی شدن، چون قبل از اون بیشتر دانش ها در کلیسا ها بود، نزد پاپ ها و افراد زیر مجموعه اونها علوم دینی بود. بسیاری از آثار فیلسوفان یونانی و اندیشمندان یونانی هم ترجمه نشده بود، صنعت چاپ هم به اون معنا وجود نداشت که این علوم و دانش ها در اختیار همه باشه. وقتی آرام آرام برخی افراد آمدند با مطالعه آثار یونانیان جنبه‌هایی از عقلانیت غیر دینی رو وارد فضای سیاسی کردند، مردم فهمیدند که این مناسبات سیاسی که اونها رو به انقیاد درآورده مناسب نیست، نیازمند یک طرح دیگری هست. و این پایه‌ای شد برای درک بهتر بسیاری از مردم جامعه که این مناسبات اجتماعی و سیاسی ما ناعادلانه است، نابرابره، باید کنار گذاشت همین حقی رو برای یا پاپ یا کشیش یا سلاطین و پادشاهان و اعیان و اشراف. آقای الیوت به یک مسئله اشاره میکنه که خیلی جالبه و آنجاییست که تاماس هابز سعی میکنه در کتاب بسیار بسیار جالب خودش به این نکته بپردازه. حالا من سعی کردم این بخش رو بخونم چون بسیار اهمیت داره برای درک اینکه چرا جمهوری اسلامی و اساساً نظام‌هایی مثل او با دانشگاه‌ها مشکل دارن و این سرنوشت دانشگاه‌ها در نظام‌های استبدادی است. با اینکه ممکنه یک نظام دیکتاتوری و استبدادی بعضاً دانشگاه بسازه، اما سعی می‌کنه دانشگاه رو خالی کنه از محتوا یا بخشی از آن دانش هایی که میتونه براش خطر داشته باشه رو کم اثر کنه. اجازه بدید ما این متن رو بخونیم چون بسیار مهمه. ایلیوت اشاره میکنه اگر بخواهیم موفقیت قطعی شورش های اوایل دوران جدید، یعنی منظورش قرن 16، 17 و 18،
اروپا را درک کنیم باید آن را در پیدایش نسل‌های باسواد و تحصیل کرده جستجو نماییم. یعنی اینها بودند که زمین ساز شورش‌ها، قیام‌ها، طغیان‌ها و انقلاب‌ها شدند و نه در پیدایش طبقات اجتماعی نوین. باید آن را در تبدیل آزادی‌ها به آزادی بجوییم. مقصودش چیست؟ آیه الیوت اشاره میکنه که در گذشته افراد یک درکی از خودشون داشتند. تجار آزادی ها رو در راستای کار خودشون میدیدن. کشاورزان به همین نفع، صنعتگران به همین نفع. و درکی از آزادی های واحد نداشتند که در سطح کلان کشور در درون همه اقشار جامعه به رسمیت شناخته بشه. و چون این آزادی ها یا به نوعی امتیاز ها و منافع طبقه ای بود، کوچک بود، خرد بود، نمی توانستن با هم کار بکنن. یعنی گاهی تجار احساس می کردن آزادی هاشون به خطر افتاده، وارد میدان می شدن. دهقانان احساس می کردن آن حقوق مربوط به اونها تضییع شده، وارد میدان می شد. و حکومت هم می توست اونها رو سرکوب کنه. اما به مرور زمان فهمیدن که نه، آزادی من تاجر در گروه همراهی اون کسبه هست، کشاورزه، زنه. بنابراین همه باید با هم کار بکنیم تا این مناسباتی رو که مانع آزادی های هر کدام از ماها میشه رو برداریم. اینجا مفاهیم ملی مطرح میشه، مفاهیم کلان مطرح میشه، حقوق انسان ها مطرح میشه به جای حقوق طبقات خاص. این نیاز به دانایی داشت، نیاز به آشنایی باش که آقا آزادی تو جدا از آزادی اون نیست. اگر مناسبات اجتماعی به نحوی باشه که همه بتوانند به آزادی برسن، بسیار عالی است. بنابراین نیازمند مشارکت همه هستیم. امروز هم در ایران ما وقتی بحث انقلاب میشه، نباید این بگیم این انقلاب برای گروه خاص سیاسی است، برای یک طبقه اجتماعی است، برای یک جنس خاصی است. نه، همه در این انقلاب سهم دارن، چون همگی حقوقشون ذیل حکومت جمهوری اسلامی از بین رفته. حقوق اولیه زندگی انسان ها سلب شده. فرقی هم نمی کنه چه عقیده دینی دارن، چه عقیده سیاسی دارن. فقط اونهایی که وابسته به حکومت هستن مسئولن، ما بقی به درجات مختلف از تبعیض برخوردارن. حالا زنان به طریق بسیار بسیار بیشتر، گروه های دیگر اجتماعی هم کم یا زیاد. از نظر فقر و ثروت همینه، باور مذهبی همینه، جنسیت همینه. بنابراین همه این گروه ها باید به این درک برسن که با رفتن جمهوری اسلامی هست که به آن حقوق اولیه خودشون خواهند رسید. این نیازمند یک دانش بود که بتونه مردم رو متحد کنه که ریشه مشکل در کجاست. در واقع صحبت های الیوت اینه که از آزادی ها به آزادی برسیم. این همان چیزی است که شخص از مکالمه بهیموت اثر هابز. هابز دو تا کتاب خیلی معروف داره، یکی لویاتان که در اون تبیین میکنه انسان قرارداد اجتماعی و یک دولت مطلقه قدرتمندی رو در قالب یک هیولای عهد عتیق به نام لویاتان، و بهیموت هم یک حیوان اسطوره‌ای است در عهد عتیق، شبیه به اسب آبی است که دندانهای بیرون آمده و خاصی داره. و هدف هابز این است که نشان بده چگونه برخی کشورها و حکومتها رو به سمت انحطاط و فروپاشی میرن. حالا هابز داره در اینجا یک گفتگویی رو میگه که بسیار برای ما مهمه، چون در این کتاب ریشه فروپاشی و انحطاط برخی حکومت‌ها رو داره مشخص می‌کنه. خب غیر تو آورده که در کتاب بهیموت یه مکالمه ای رو شرح میده و در این مکالمه دو نفر در حال گفتگو هستن. خب در واقع نام دیگری هم این کتاب که داره ادامش گفتگو یا پارلمان طولانی هم هست. خب میگه اولین نفر اینجوری صحبت میگه: آنچه که من میبینم این است که تا زمانی که جهان باقی است، همه دول موجود
در قلمرو مسیحیت از آشوب و تشنجهای مربوط به این شورش رهایی نخواهند یافت. میگه ما داریم وضعیت رو میبینیم که در جهان مسیحیت این همه اقوام مختلف و گروه های مختلف دارن دست به شورش میزنن و ظاهرن یک بلوای بسیار خاصی داره رخ میده که همه گیر شده، فراگیر شده. نفر دوم ریشه رو تشخیص میده و داره به او راهنمایی میکنه. درست است، اما این امر را میتوان با اصلاح دانشگاه ها به سادگی اصلاح و رفع نمود. یعنی نفر دوم در پارلمان که داره صحبت میکنه میگه میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دانشگاه ها از اختیار ما خارج شده یا نظام و سیستمش مطلوب نیست. ریشه فساد دانشگاهه که مردم رو آگاه کرده به حقوق خودشون و اونها هم دست به طغیان اجتماعی میزنن، به حرف ما دیگه گوش نمیدن، مطالبات خودشونو دارن. بعد ادامه میده آقای هابز در همون کتاب بهیموت، داره ریشه این مسئله رو عنوان میکنه. تعداد کثیر و روبه افزایشی از مردان برگزیده بودند که چنان تعلیم و تربیت یافته بودند که در جوانی آثار نویسندگان مشهور یونان و روم قدیم را درباره چگونگی اداره کشور و اقدام به کارهای بزرگ بخوانند. یعنی آثاری که در آنها حکومت مردم با نام باشکوه آزادی ارج نهاده شده بود و حکومت شاهی، حکومت پادشاهی اون موقع، تحت نام ستم و استبداد تحریر گشته بود. بنابراین آنان به اشکال حکومت مورد نظر خود عشق می‌ورزیدند. یعنی اون حکومت دموکراسی، حکومت آزاد، نه حکومت پادشاهی، نه حکومت استبدادی، نه حکومت کلیسا. اکثریت قریب به اتفاق اعضای پارلمان هم از بین همین مردان انتخاب می‌شدند. همانطور که در این، حالا آیلیوت داره میگه، همانطور که در این مثال می‌بینید و درباره دیگر شورش‌ها می‌خوانید، هسته شورش ها یا انقلاب ها دانشگاه ها هستند. این حرفی است که آقای تاماس هابز داره در کتاب میگه. دانشگاه برای این ملت همان نقشی را داشتند که اسب چوبی در تسخیر شهر ترووا یا همون تروی. خب داستان تروی رو که دیگه میدانید، زمانی بود که نیروهای یونانی وارد شهر نشدند. وقتی ناامید شدن یک اسب چوبی ساختن و جنگاوران خودشون رو در اون اسب چوبی بسیار عظیم جاساز کردند و به بهانه اینکه بله این هدیه ایست برای شما و ما دیگه منصرف شدیم از جنگ میرن. زمانی که مردم تروی اسب رو وارد شهر خودشون میکنن، غافلن که در داخل این اسب بسیار عظیمی که ساخته شده جنگاورانی هستن، نیروهای نظامی هستن. شب که میخوابن اون جنگاوران از اون اسب‌ها میان در قلعه رو باز میکنن و شهر تروی به تسخیر در میاد. تاماس هابز داره به همین مسئله اشاره میکنه. میگه دانشگاه ها شبیه اسب تروا هستن. به این نکته دقت کنید. نظام های استبدادی هم دقیقا متوجه این مسئله هستن. با اینکه از یک طرف دوست دارن دانشگاه بیارن، مراکز علمی ایجاد کنن، اما از اون طرف هم میترسن که گاهی این دانشگاه ها بر علیه خود اونا وارد عمل میشه. چه میکنن؟ سعی میکنن دانشگاه رو خالی از محتوا بکنن. در ابتدای انقلاب 57 شما دیدید بحث انقلاب فرهنگی مطرح شد. یعنی سعی کنن کتاب ها رو فاقد محتوا بکنن، یا اسلامیش بکنن یا اون بخشایی که خطرناکه رو به نوعی کنارش بزنن. کار دیگر این است که اساتید رو هم خودی بکنیم. یعنی حالا دیگه نیاز نیست شما به دانش آموزان و دانشجویان خودتون چیزهای خیلی خاص یاد بدید. نه، سعی کنید اون بخشا رو کنار بذارید یا جوری به اونها آموزش بدید که در نهایت مشروعیت ما رو بپذیرن، مقبولیت ما رو بپذیرن، آدم خودمون بشن به اصطلاح. در ابتدای انقلاب هدف انقلاب فرهنگی همین بود. دیکتاتورها همین کتابا رو خوندن.
مشاوران اونها اینها رو خوندن. این اندیشه هابز در بهیموت در واقع صحبتش همینه که علل انحطاط و فروپاشی بسیاری از سرزمین ها آگاهی مردم بوده. ما در نظریه های انقلاب بحث رو داریم که جوامعی در حال توسعه چون افرادی رو دارن که دانش آموختن، آموزش دیدن، خودشون رو صاحب صلاحیت میدونن در اداره کشور، در جامعه، در فرایند تصمیم گیری ها. اما جامعه وقتی در واقع اون سیستم یا نظم سیاسی اونها رو جذب نمیکنه، اونا دست به شورش میزنن. طرف میبینه علوم سیاسی خوانده، حقوق خوانده، اقتصاد خوانده، اما جامعه از او استفاده نمیکنه، بهش اجازه نمیده در فرایند نظم سیاسی شرکت. خب چه میکنه؟ میشه نیروی انقلابی، به خصوص وقتی جامعه هم که بد داره کار میکنه. به همین دلیلی که در نظام های استبدادی دانشگاه ها بسیار انقلابی میشن. در زمان رژیم گذشته هم همین بود، جمهوری اسلامی هم همینه، فردا هم اگر یک نظام استبدادی بیاد همین خواهد. شما نمیتونید یک نظام سیاسی داشته باشید که در درون اون نظام سیاسی نیروهای نظم اجتماعی یعنی مردم رو به رسمیت نشناسه، ارزش هایی که اونها کسب کردن رو به رسمیت نشناسه، یا باید اونها رو به بازی بگیرید یا با یک موج انقلابی مواجه باشید، چون اونها مطالبه دارن. بنابراین نظم سیاسی باید متناسب با نظم اجتماعی حرکت. سرمایه هایی که در نظم اجتماعی تولید میشن در فرایند تعلیم و تربیت یا آموزش عالی باید جذب شن. وقتی مردم تحصیل کرده ببینن این جامعه مشکلاتی داره، خوب اداره نمیشه، خب میخوان بیان و نظر بدن، تصمیم گیری بکنن در قالب احزاب، جامعه مدنی، گروه ها. ما دیکتاتور میخوان اونا سرکوب، در نهایت چی میشه؟ اینا تبدیل میشن به نیروهای انقلابی. پس مشکل از دانشگاه ها نیست، دانشگاه یک محلی است که نتیجه اون پرورش عقول استعداد هاست. اما نظم سیاسی وقتی نمیتونه اونها رو به کار بگیره تبدیل میشن به نیروهای انقلابی. دیکتاتورها میندازن به گردن دانشگاه ها. دانشگاه فاسده، دانشگاه مشکل داره، دانشگاه محل تجمع گروه های سیاسی شده. خب محل مشخصه، کسی که درس میخونه، علمش افزوده میشه، ارزش های جدید رو درک میکنه، میخواد مشارکت کنه. یعنی شما اونها رو به بازی نمیگیرید همین خواهد. از مشکل از شماست، از دیکتاتورهاست، نه از اون دانشجو. امروز نیمی از دانشجویان جامعه ما زنانن، زنانی که وارد شدن در حوزه اخلاق، در حوزه روانشناسی، در حوزه فلسفه، حقوقدان، کسانی که علوم سیاسی خواندن، اما شما اونها رو به بازی نمیگیرید. بعد جامعه میسازید با این وضعیت که به هر کجاش دست بذارید میبینید پر از اشکال. خب زنی که وارد دانشگاه شده، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته یا لیسانس حتی گرفته، میخواد وارد بازار کار بشه، میخواد نظر بده در امور اجتماعی، بعد این تبعیض‌ها رو میبینه. بعد شما توقع داری ساکت باشه، از حقوق خودش چشم‌پوشی بکنه؟ نشدنی است. ارزش های جدید وقتی در ذهن نقش میبنده، طغیان میکنه بر علیه مناسبات گذشته. دیگه اون زن میگه خب من چه چیزی کمتر از این آقا دارم؟ یه آقایی رو آوردید 6 کلاس سواد داره، کردید رئیس جمهور. منی که حقوقدان هستم حق ندارم در جامعه تصمیم بگیرم؟ زنی که در درون اون نظام آموزشی با خواندن کتاب‌های متبرر عقلش، خردش، درایتش رشد میکنه، چرا نباید قاضی مملکت باشه؟ چرا نباید قاضی مملکت باشه؟ امروز اصل قانونی بودن رفتارها وجود داره. من این مواد قانونی رو خوندم، تطبیقش میدم با عمل آقای الف یا آقای ب، میگم این عمل منطبق هست، جرمه؟ منطبق نیست. آقا بفرمایید، بفرمایید.
موقوفی ترغیب و منع ترغیب و اینا صادر میکنه. چون زن هستم نباید قاضی بشم، چون زن هستم نباید وزیر بشم، چون زن هستم نباید رئیس جمهور بشم. در برنامه گذشته نظر آقای آیت الله منتظری رو خوندیم، اشاره کرد که بله پیامبر ما فرموده است که قومی که زنان در اونها بر مسند امور بنشینن به فلاح و رستگاری نمیرسن. آیا واقعا اینطوره؟ این زنی که آمده علوم سیاسی خوانده میبینه که خانم آنگلا مرکل نزدیک به 2 دهه در آلمان حکومت کرد، روز به روز وضع اون جامعه بهتر بود. خب چرا گفته پیامبر اسلام محقق نشد؟ تازه خیلی از این مسلمان‌ها به اونجا پناه بردن در زمان جنگ سوریه و جاهای دیگه. هنوز هم اگر چاره داشته باشن، اولین مقصدی که انتخاب میکنن همونجاست. و جامعه‌ای که مردان براشون ساختن رستگاری ندیدن، میرن به سراغ کشور آلمان که در اون یک بانویی نزدیک به 2 دهه برای اونها رستگاری دید. اون زن میفهمه که این روایت پیامبر اسلام چه اندازه غیر اخلاقی، غیر عقلانی و غیر حقوق بشری. ما نظام نمیخواد اونها رو سر کار بذاره. چرا؟ چون پایه مکتب فکریش این است که زن ناقص العقل، و این تبدیل میشه به یک جنگ، به یک نظام. بنابراین باید دانشگاه ها رو فاقد محتوا بکنیم که این بانو اگر هم رفته در حد 4 تا ضرب و جمع و تقسیم و اینها یاد بگیره، بیشتر از این یاد نگیره. با اون روایت های زیادی داریم که به زنان آموزش ندید این چیزها رو، در حد فقط خواندن سوره های قرآن و اینها باشه. شیخ فضل‌الله نوری در همان زمان که بحث مدارس جدید مطرح شد به صراحت گفت، یعنی با افرادی مثل میرزا حسن رشدیه گرفته تا کسان دیگری که در صدد این بودن از مدارس جدید حمایت بکنن، به صراحت اشاره کرد، گفت آقا این مدارس جدیدی که شما ساختید، فیزیک و شیمی و ریاضیات رو اینها یاد میدید، عقاید مردم رو سخیف و ضعیف میکنه. درست هم میگفت. ما در علل دینگوریزی جامعه ایران عرض کردیم دین نمیتونه دفاع بکنه از گزاره هایی که مدعیش هست، چه گزاره های علمی، چه گزاره های اخلاقی، چه گزاره های فلسفی و اجتماعی، نمیتونه دفاع بکنه. نه منطبق با ارزش های امروزی است مثل سکولاریسم، حقوق بشر، لیبرالیسم، نه. او این ارزش ها رو نمیپذیره. اسلام اینها رو کلیشه مبتذل میدونه. طرفداران استبداد هم اینها رو کلیشه مبتذل میدونن، چون یکی هست. خواستگاه طرفدار استبداد با اسلام یکی. مردم هیچی. اسلامیون معتقدن که خدا و رسول به ما میگن چیکار کنیم. طرفداران استبداد میگن اون آقای پادشاه به ما میگه چیکار بکن. در نهایت نتیجه این است که مردم نمیفهم، ما میفهمیم فقط. اما مردم جامعه این گونه نیستن. اونا منافع خودشون تشخیص میدن، بزنون مشارکت بکنن و نشدن است. بنابراین امروز هم اگر میبینید رژیم جمهوری اسلامی در صدد خالی کردن دانشگاه از اساتیدی است که به هر حال ممکن از اونها احساس خطر بکنن، یا بعضا از انقلاب مردم حمایت کردن، از جنبش های اجتماعی حمایت میکنن، بر سر این است که دانشگاه ها رو اسب تروا میدونن که از دل اون آگاهی بیرون میاد و از دل اون آگاهی هستش که پایه های حکومت استبدادی متزلزل میشه. در گذشته منع بر فلسفه بود، منع بر اندیشیدن بود. شیخ صدوق در کتاب اعتقادات خودش چندین روایت آورده در اینکه چرا فلسفه حرام است. علی ابن ابی طالب زمانی که وارد کوفه شد، این در بیان جامعه علم و فضل آمده، دستور داد هر چه کتاب از پیشینیان دارید از بین ببرید. چرا؟ چون جامعه نباید با افکار دیگه آشنا بشه. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را کافی است. از دل همین بستر فکری است که کتاب سوزان رو راه میندازن و هر کجا رسیدن کتابخونه ها رو آتش زدن، مراکز مختلف رو آتش زدن.
پس مسئله بسیار مهمی است که باید بدانیم از دل این اندیشه ها دانشگاه احساس خطر میشه، بنابراین او رو باید فاقد محتوا کرد. خب ما اشاره کردیم که ساختار فکری بسیاری از این مکتب ها و باورها مثل اسلام بر یک اصولی بنا نهاده شده و از دل اون شما متفرعات رو بیرون میارید. بحث اسرای کربلا هم در این راستاست. اما ما قبل از اینکه وارد بحث اسرای کربلا بشیم، ببینیم اساسا تفکر حتی روحانیون و علمای اسلامی چه شیعه و سنی نسبت به این پدیده هایی مثل اسیر چیست، چگونه نگاه میکنه. بعد این رو تطبیق میدیم با حقوق بشر دوستانه تا نشان بدیم تا چه اندازه احکام اسلامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و فاقد موضوعیت و دفاع هستند. اولین سندی که من اشاره خواهم کرد، کتاب حکومت اسلامی نوشته آقای آیت الله منتظری است. تقریبا 8 جلد این کتاب رو ایشان نوشته، به جنبه های مختلف حکومت اسلامی پرداخته. حالا چرا من از ایشون مثال میزنم؟ چون تازه ایشون رو به عنوان آخوند خوبه خودشون معرفی میکنن، یعنی داستان آخوند بده هاشون که دیگه جای خود. حالا ببینیم آخوند خوبه شون در جلد اول صفحه 243 در مورد حکم اسرا چه میگه. اینا مقدمه است برای شناختن اسرای کربلا که ببینیم یزید با اونها چگونه برخورد کرده، رفتارهای اسلامی نسبت به اسرا چگونه است، و از همه مهمتر این که امروزه نسبت به زنان و کودکانی که در خیابان ها میگیرن و به زندان ها میبرن چگونه برخورد میکنه. خب در روایت چهارم ایشون داره مدلل میکنه، مستند میکنه با روایت که برخورد با اسرا چگونه باید باشه. میگه طلحه ابن زید از امام صادق روایت کرد که فرمود برای اسیرهای جنگ دو حکم است، یکی آن که هنوز جنگ پایان نیافته و سلاح‌ها بر زمین گذاشته نشده است، که در آن شرایط هر اسیری گرفته شود امام میتواند او را گردن بزند یا دست و پای او را قطع کند. دقت کنید، سال 67 بعد از حمله مجاهدین به ایران همین نگاه ایدئولوژیک بوده که در درون زندان‌های جمهوری اسلامی سبب اون قتل عام شد. حالا در کنار مجاهدین گروه‌های دیگر هم کشتن. در واقع تفکر اینها این است که هنوز جنگ تمام نشده، پس می‌توانیم اسرایی که داریم گردن بزنیم، دست و پاشون رو قطع کنیم، بکشیمشون. اتفاقا در ابتدای همین کتاب حکومت اسلامی مال آقای منتظری یک بخشی داره که نویسنده این رو جز فضایل آقای منتظری آورده، و اون این که ارجاعاتی رو خمینی به ایشان داده، یعنی گفت آقا از این حکم برید به سراغ از این سوال و فتوا استفتایی که از من کردید، برید به سراغ حکم و فتوای آقای منتظری. یکی از این بخش ها سوالی است که شورای قضایی اون موقع مطرح میکنه، دادگاه انقلاب، مبنی بر این که یه اسیر داریم در زندان ها، با این رو چطور برخورد کنیم. من این رو در برنامه آینده خواهم خواند، چون بسیار مهمه برای ما، چون عده‌ای سعی میکنن از این آقای منتظری یک فرشته بسازن. البته ایشون خب آمد و اعتراضاتی هم کرد بر خمینی، ولی فتواهای خودش رو اگر نگاه بکنید داستان به همین نحوه، یعنی اختلاف او با خمینی اختلاف در جزئیاته، وگرنه در کلیات هر دوشون یه جوره. بنابراین نیندیشید که ما آخوند خوبه، آخوند بسیار رحمانی، آخوند فلان هم داریم. نه، استراتژی های سیاسی است. وقتی قدرت رو بگیرن داستان جور دیگری خواهد شد. خب حالا ایشون داره اشاره میکنه در مبانی فقهی حکومت اسلام، میگه اگر سلاح‌ها بر زمین گذاشته نشده که در آن شرایط هر اسیری گرفته شود امام میتواند او را گردن بزند یا دست و پای او را قطع کند، و دیگری هنگامی که آتش جنگ فرو نشسته و کارزار پایان پذیرفته است، که امام میتواند بر اسیرها منت گذاشته و آنان را آزاد گرداند
یا در مقابل آزادیشان از آنها پول مطالبه کند و یا اینکه آنان را به بردگی بگیرد، که در این صورت آنان بنده محسوب می شوند، یعنی کنیز و غلام و اینا. یعنی آخوندی در دوران معاصر هنوز هم مجوز به بردگی میده، میگه بله امام میتونه اینا رو برده هم بکنه. در صفحه 243 بنابراین مسئله بر سر اینه که این حکم بردگی، کنیز گرفتن و گردن زدن همه مبتنی بر سنت پیامبر اسلامه. با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون هم در حال اتمامه، من سند دیگری دارم از مجموعه فتاوای علمای حرمین، یعنی دارالجنه عربستان سعودی. اون رو در برنامه آینده خواهم خواند که دقیقا مثل ایشون نظر میده که چون جنگ ها یه امروز جنگ های شرعی نیستن، ما برده نمیگیریم. اما اگر جنگ ها شرعی باشه میشود برده گرفت، و در اونجا هم حکم اسرا رو میاره که خلیفه یا اون امام مسلمان میتونه این کار رو بکنه. این همون کاری که داعش کرده، جنگ های شرعی را انداخته. و بعد برمیگردم نگاهی خواهیم داشت به ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در سال 90 در قاهره نوشتن همین دولت های اسلامی در سال 1990، و در اونجا اشاره میکنن که هیچ کس حق به برده گرفتن افراد رو نداره مگر به حکم خدای تعالی. اینها مسائلی است که ریشه مشکلات امروز ما رو به ما نشان میده. در برنامه آینده به این مسائل به شکل مفصل خواهیم پرداخت، بعد وارد مسائلی مثل تاریخ کربلا و مسائل پیرامون اون خواهیم شد. سپاسگزارم از توجه شما بزرگواران تلویزیون پارس و زحمات جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم، موفق، پیروز و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باورها بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.